سلام دوستان عزیزم، برای عزیزانی که تازه بیننده ما هستن، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. این گل زیبا رو ببینید چقدر قشنگه. اینو پارسال یه عزیزی هدیه آوردن و ببینید که من چقدر قشنگ ازش مراقبت کردم. میبینید شاخه های پر از گل زیبا، چندین شاخه. بذارید نشونتون بدم، ببینید چند شاخه است. و این دفعه سوم این گلدون گل داده، فوق‌العاده گلای زیبا و عالی. خب حالا یه چای بریزیم با هم دیگه بنوشیم. میدونم که چایاتون آماده است و در کنار هم این چای رو بنوشیم که خیلی دلم براتون تنگ شده بود. امروز میخوام براتون یک غذای تابستونی سنتی درست بکنم، آبدوخیار، ولی یک آبدوخیار فوق‌العاده خوشمزه و خوشتم و خواب‌آور که قشنگ 3-4 ساعت شما رو میخوابونه. چند ماه قبل، 1.5 ماه سیم مخلوط کن به دستم گیر کرد، از کابینت بالا افتاد روی دست من و این دستم هنوز درد میکنه. واسه همین یه مقدار برنامه های آشپزی رو کمتر کردم، ولی این آبدوخیار خوشمزه رو واقعا که دلم نیومد که بهتون نشون ندم. و حالا این چای رو مینوشیم و بعد میریم سراغ آبدوخیار هوس انگیزمون. به به به، چه چایی! همراه من باشید. بسته های ترخون این شکلیه و نعنا به همین شکل بسته بندی شده است. اینم ماست چکیده است. چربی هم هیچی نداره. گردو و کشمش رو به مقداری که خودتون میل دارین میتونین اضافه بکنین. هر کسی سلیقه‌ایه، چه مقدار گردو میل دارین، چه مقدار کشمش میل دارین و همینطور گل روزم سلیقه‌ایه. هر مقداری که خودتون دوست دارید میتونید اندازش رو به همون مقدار استفاده بکنین. من یکم پرملات‌تر دوست دارم که بازم میگم سلیقه‌ایه. کشمشا رو اگه نیم ساعت قبل خیس بکنید خیلی بهتره. خب این مواد آبدوخیارمون رو من کاملا شستم. نعنای تازه، ترخون تازه، ریحون تازه، تروبچه، پیازچه، خیار و سبزی خشک که شامل حال نعنا و ترخون و ریحون و پونه و آویشن. گردوها رو خورد کردم. این هم برگ‌های گل سرخمون. کشمشام که خیس کردمشون، از قبل خیس بودن، حالا ریختم توی آبکش. خب ماستو می‌ریزیم داخل این ظرف. خوب همش می‌زنم. سبزی خشک رو بهش اضافه می‌کنم. بهش آب اضافه می کنم و خوب همش می زنم. یک کوچولو فلفل سیاه، نصف قاشق مرباخوری نمک، خب من خیار رو رنده کردم ببینید. بعد از خیارا حالا کشمشا رو بهش اضافه میکنم. گردو و
سبزی ها. یه همش میزنیم. به 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 به، چی شده؟ و حالا این گلای سرخ رو بهش اضافه میکنم. به به به، خب به 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 از این آبدوخیار باحالمون. من یکم نون اینجا فلیت کنم. نمیدونید که چقدر توی این هوای گرم واقعا مزه میده. جای همتون خالی. واو، خیلی هوس انگیز شده. خیلی بح بح بح. یکم بخورم. اون طعم کشمش، گردو، تمام این سبزی های معطر و ماست و تربچه و پیازچه و دیگه چی براتون بگم، همش اونقدر اینو خوشمزه کرده. این مزه ها با هم قاطی شده. واو، چی شده؟ به به به. غذای سنتیه که من فکر میکنم توی هر جای دنیا مقدوره شما درست بکنید و در هوای گرم فوق‌العاده میچسبه، خوشمزه و عالی. شما ریحون، ترخون، نعنا، همه رو همه جای دنیا میتونید تهیه بکنید. اگر هم احیانا نتونستید میتونید از خشکش استفاده بکنید، از سبزیجات خشک استفاده بکنید. ولی توی انگلیس که دیگه الان انواع سبزی‌ها رو شما به راحتی میتونید از سوپرمارکت‌های ایرانی، ترکی، افغان و حتی سوپرمارکت‌های انگلیسی، من اینا رو از تسکو و فروشگاه‌های دیگه گرفتم، حتی از سوپرمارکت‌های انگلیسی هم میتونید تهیه بکنید. توی ایران که با اون سبزی‌های تازه و عطر اون سبزی‌ها که دیگه الان این آبدوخیار خیلی میچسبه، مخصوصا که شنیدم هوای ایران خیلی گرم و باحاله، شما اگه چند تا تیکه یخ هم توی این بندازید، واو چه شود. خب عزیزان من، امیدوارم که از این آبدوخیار سنتی لذت برده باشید، شما هم درست بکنید و کیفشو ببرید و هر جای دنیا که هستید همیشه سلامت باشید. سلامتی بالاترین نعمت ها و بالاترین ثروت هاست. اگر از این برنامه خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب بکنید تا از برنامه های جدید ما مطلع بشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. توی خیابون کلینیک دخترها ببینید چجوری شیشه های طبقه چهارم رو تمیز میکنن. چقدر این میله باید سبک باشه که بتونن به راحتی اون شیشه رو تمیز کنن. خیلی جالبه.
دلم نیومد که بهتون نشون ندم، چون واسه خودم خیلی جالب بود که با میلت ساختمون 4 طبقه رو بدون بالا بر اینطوری تمیز بکنم. خیلی برام جالب بود، گفتم شما هم ببینید. من داشتم فکر میکردم اون پایینش چجوری میخواد تمیز کنیم. یه طبقه پایین تر وصله به این ماشین. بعد مثل این که سشوار بهش بست یه خوشگیش میکنه.